سوالات خیلی زیادی این دفعه راجب سلولیت یا سلولایت شده بود که بیشتر از البته همیشه گریمانگیر خانمها خانم ها میشه و خیلی سوال داشتین که آیا کارهایی میتونین بکنین که بهتر بشه و صد در صد کارهایی هستش که میتونین انجام بدین که خب سلولیت یا سلولایت وقتیه که تجمع چربی ها و یه مقدار آب زیر پوست جمع میشه در خانم ها هستش یه مقدار دلایل هورمونی داره دلایل دیگش صد درصد به رژیم غذاییتون ربط داره به دستگاه گوارشتون ربط داره و به جریان خون برای همین اگر بتونین اینا رو یه مقداری کمکش بکنین میتونین نتایج خوبی بگیرین مثلا ورزش کنین یا اینکه ماساژ بگیرین در همون مناطقی که سلولات جمع شده ماساژ خیلی کمک میکنه یا بروس های خیلی خوش که سیرکولیشن و جریان خون خیلی زیاد میکنه میتونین بزنین و یا همون کیسه کشیدن ایران که خیلی باز اونم کمک میکنه که سیر... بیشتر باشه حتما مطمئن باشین که مصرف آبتون زیاده چون اون هم خیلی مهمه و پوستتون قسمت هایی که سیرولات داره سعی کنین که اونم هایدریت نگهش دارین یعنی مرتوب نگهش دارین با کرم های مرتوب کننده سالم سیگار اگر میکشین سیگار یکی از چیزهایی هستش که کمک میکنه به سلولیت یعنی به بیشتر شدن سلولیت و حتما بعد سعی کنید که از اون دوری کنین. یکی دیگه از کارهایی که خیلی کمک میکنه گرفتن دوش سرد هست یعنی آب دو، دوش آب سرد و اگر بتونید مثلا برای چند دقیقه به خصوص دوش اون قسمت آب رو تمرکز بدین روی اون قسمتی از پوستتون که سلولیت داره خیلی میتونه کمک بکنه به خاطر اینکه باز مربوط به جریان خون هست و جریان خون زیاد میکنه یکی دیگه از کارهایی که میتونید انجام بدین مقدار پتاسیم رو در بدنتون در خونتون بیشتر بکنین به خاطر اینکه پتاسیم باعث میشه که یه مقداری این آبهای اضافه در سلول رو جمع میکنه و دفع میکنه و به خاطر همین میتونه یه مقدار روی پوست اثر بهتری بذاره چیزایی که پتاسیمشون بالای خب موز ابوکادو زردالو گوجه فرنگی و نارگیل و یا آب نارگیل اینا میتونن بهتون کمک بکنن که پتاسیم بیشتری به شما برسونه یکی دیگه از کارهایی که میتونین انجام بدین و کمک بکنه اون هفت س سفیده که راجبش صحبت کردیم و اون عبارت از نمک سفید یعنی نمکی که نمک دریایی نیست و نمک هیمالیان نیست به اضافه برنج سفید، آرد سفید، شکر سفید، جانشینان شکر سفید و لبنیات همه اینا سمای سفید هستن از اونها هم اگه بتونین دوری کنین نتایج خوبی میتونین حتما بگیرین در ضمن بعد نیست با یک متخصص تغذیه هم یه ای داشته باشین که راهنمایی مختص شما رو بیشتر در